متولد شمیران هستم. از دوران راهنمایی و نوجوانی با علاقه‌ای که به رشته علوم داشتم، آزمایشگاه کوچیکی رو در زیرزمین خونمون راه انداختم و شروع کردم به انجام یک سری آزمایشات که شاید یکی از موادی که در اون سنین نوجوانی تونستم تولید کنم اسید سولفوریک بود، با حرارت دادن زاج سبز و حل کردن بخاراتش در آب. مقطع کارشناسی ارشد رو هم در دانشگاه صنعتی شریف ادامه دادم و در مقطع دکترای رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف هم پایان بردم و سپس مقطع دکترا رو هم در اون دانشگاه تکمیل کردم. من سعید مقصودی هستم. ما در چند محصول مختلف فعالیت کردیم، برای تولید چند محصول اقدام کردیم. یکی از اونها هگزان پلیمر گرید هست که از جداسازی دقیقاً حذف بنزن از برش‌های سبک نفتی تولید میشه. محصول دوم ما تولید اومگا 3 هست که از روغن ماهی تولید داخل استفاده می‌کنیم و این محصول رو به دهد در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی تولید کردیم. همچنین در زمینه تولید ماده DRA هم فعالیت‌هایی رو انجام دادیم و نتایج خوبی رو به دست آوردیم. ما از بعد به تأسیس شرکت از سال 87 فعالیت‌های پژوهشی و همچنین نیمه صنعتی رو برای مراحل تحقیقاتی اولیه این به سال‌ها قبل برمی‌گرده، اما عملاً ساخت پایلوت که ملاحظه می‌فرمایید از سال 87-88 شروع شد و در سال 92 ما موفق شدیم که محصول هگزان رو به کمک پایلوت یا عملاً واحد نیمه صنعتی تولید کنیم و به عنوان یک اختراع داخلی اون رو به ثبت برسیم. هگزان هیدروکربنی از خانواده آلکان هاست. پیشوند هگز به معنی 6 مربوط به 6 اتم کربن موجود در آن است و پسوند آن تعیین کننده وجود پیوندهای یگانه در میان اتمهای کربن آن است. ایزومرهای هگزان عمدتاً بی اثر و غیر قطبی هستند و گاهی اوقات به عنوان اینرت سالونت در واکنشهای عالی وارد می شوند. این ماده از خانواده هیدروکربن‌های آلیفاتیک، اشباع شده، آلکان و هگزاکربن است. هگزان از پالایش نفت خام به دست می‌آید و ترکیب دقیق هر برش از نفت خام به منبع آن نفت خام بستگی دارد. هگزان در کشور در یک مقاطعی با روش استفاده از اسید سولفوریک غلیظ در بعضی از واحدهای داخلی تولید می‌شد که خب این هم علاوه بر مسائل شدید زیست محیطی و تولید لجن اسیدی که بسیار برای محیط زیست مضر و همچنین برای کارگرانی که در این واحدهای صنعتی کار می‌کنن خطرات بسیار زیادی رو به همراه داره، به طور محدود تولید شد. ولی الان هگزان برای نیاز واحدهای صنعتی پتروشیمی به طور کامل وارداتیه و بیشتر از کشور رومانی وارد کشور میشه. هگزان یکی از مواد معمول موجود در بنزین، چسب کفش، محصولات چرمی و مصالح ساختمانی است که از آن برای استخراج روغن آشپزی، پاک کننده لاستیک، لوازم منزل و تولیدات نساجی نیز بهره میبرند. یکی دیگر از کاربردهای آن در آزمایشگاه هاست که برای استخراج نفت و گریس از آب و خاک نیز استفاده می شود. انهگزان اما بیشتر در صنایع با ترکیبات شیمیایی مشابه خود حلالهای عالی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. ما از حمایتهای دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در ساخت پایلوت که ملاحظه می کنید استفاده کردیم و از همینجا من از حمایت و مساعدت این مرکز صمیمانه تشکر میکنم. در مرحله معرفی شرکت ما به صنایع و حضور و همراهیشون که به صنایع مختلف ما رو معرفی کنن، حاضر باشن و حمایت کنن، هم از این حمایت برخوردار بودیم. الان هم برای محصول اومگا 3، محصول دیگه ما، صندوق نوآوری و شکوفایی پذیرفته که این در این طرح و در تولید 150 تن در سال اومگا 3 سرمایه گذاری کنن و در ساخت این پلنت هم ما رو کمک کنن و یاری کنن که این محصول رو تولید کنیم. ما فکر میکنیم ما همین الان هم در موضوعات جدیدتر دیگه در حال سرمایه گذاری دانشی هستیم. از همکاری مرکز پژوهشی کشور و دانشگاه ها داریم استفاده میکنیم. بسیار همکاری و همراهی نزدیکی رو با هم داریم. فکر میکنم باید با هم افزایی پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و همچنین شرکت های دانش بنیانی مثل ما بتونیم در توسعه دانش فنی جدید در صنعت نفت
قدم برداریم و انشالله تعداد پایلوت ها و واحد های و دانش های جدیدتری در این صنعت رو بتونیم به بازار عرضه کنیم. البته پس از توسعه دانش طبیعتاً صنعتی کردن و تجاری سازی هم قدم مهم و قدم بعدیه که با حمایت و با مساعدت دولت این کار امکان پذیر خواهد بود.